تبریز وضعش وخیمه جواهر جان، من دیگه باید برم. سهراب، وسط جنگ و تیر و تفنگ و خون، تکلیف قلب ماهگل که برای تو میتپه چی میشه؟ ای بابا، چرا پای ماهگل رو این وسط میکشی؟ من باید برم دیگه، نمیتونم بیشتر بمونم. سهراب، سهراب، خواهش میکنم. سهراب، خواهش میکنم، خواهش میکنم، نرو. من از شما خواهش میکنم جواهر جان که اینقدر اصرار نکن. سهراب، من طبیبم، اونجا بیشتر به حضور من نیازه. تبریز به اون بزرگی یه طبیب نداره که حتما شما باید بری. ستارخان حکمش مراده، من باید برم به تبریز. مردم اونجا به من نیاز دارن، نمیتونم وایستم ببینم یه مشادم بیگناه دارن چپ و راست کشته میشن. حکومت اعلان جنگ کرده سهراب جان، خطرناکه. جان ماهگل نرو، جان ماهگل، جان ماهگل دیگه قسم نخور جواهر. من هر جا باشم دلم با شما و ماهگله. اگه دلت با ما بود که میموندی طبیب. خود شما میدونید که من چقدر دلم میخواد پیش شما و ماهگل باشم. میدونم به عشق سهراب از مال و منال خانواده و دنیا گذشتین. قرار نیست اونجا من اسلحه و تفنگ به دست بگیرم. از اسلحه و تفنگم اصلا خوشم نمیاد. ولی تنها کاری که میتونم بکنم اینه که درد و زخم مردم رو درمون کنم. امیر هوشنگ. بله آقا. بریم. چشم. خدا نگهدار. سهراب، من عاشقتم. خیر پیش. این خیر پیش شما برای من خیلی تلخه. منم عاشقتم. چقدر مونده برسیم ترو؟ نزدیکه دو فصل. میترسید در بره؟ در بره؟ غلط کرده. چند ماه دنبالشم، ردشو تو قزوین گرفتم. اینا قاتلن، خرابکارن، یاغیان. ما آزادی خواهیم، دزد و یاغی نیستیم. ببند اون دهنتو زنی که یه سلیته.
وقتی که غلام سیبیل بهت میگه یاقی، فقط بگو چشم و خلاص. شیرفم شد رئیس نظمی تهرون از دستتون این وجبه آسیمه سر شده. زنو نمیزنن اخوی، هر کی حرف اضافه بزنه باید زد تو دهنش پر خونش کرد. زن و مردم نداره. این فضولی هم به تو نیمده مردی که گاری چی؟ به جای این عراجیف اسب تو ای کن مردی که یه پدر سوخته. این دری جانه نگاری. حالا هرچی. چه مرگته؟ های برای ایفون یابو برات داشته؟ هرچی خوردیم داری بیارمش بالا. لاغل اینجا رو یواشتر برو. این حالا درست میشه؟ آره آره. اینه مثل احرام بذار زیر شد. یه تیکه سنگ بده. یه سنگ یه تیکه سنگ بیا. آه این خوبه. یه زور بزن ببینم. بلندش کن. نه نمیشه. دلی جا یه دلی جان داره میاد. بایسا به دادم برس برادر، کالسکه خیلی سنگینه. خدا خیرت بده، یه کمکی بده. این چرخش در اومده، از تبریز مسافر آوردن. باشه الان میام. دست شما درد نکنه. آه کاری چیه؟ از چلو بایستادی؟ سب کن بینم. چه خبره؟ مگه نمیبینی کار داریم؟ شب نشده باید برسم تهرون. مگه نمیبینی اخوی؟ بنده خدا گرفتار شده. شما هم بیا کمک کن زودتر راش بندازیم بریم. زپلش آید و زن زاید، حالا دیگه شده حکایت ما. من اگه شانس داشتم که شب جمعه ای نمیافتادم گیر تو قشنگ. حالا چه خبره؟ بیا خبی، بیا کمک کن. بگیر دست شما درد نکنه. چی شده؟ چرخش در رفته. میگم شازده، اگه این دست رو تو جیب در میاری یه کمکی بری به کمرت فشار نمیاره. شما بفرمایید. یه بار دیگه نکن، یکمش در دستتون رو نکنم. دست درد نکنم. اون دختره کیه داره میدوه؟ خود پدر سوخته شه. کیه؟ بایسا شیشا. بایسا از دست من نمیتونی در بری. بایسا به اون ذاته بیا. مرغ از قفس پرید اخوی، با ما کاری نداری. با اجازه تا قلگردن هر جا بری پیدات میکنم. بایسا بایسا تو دیگه کجا بی پدر. بایسا اگه بگیرم چوب تو آتینت میکنم. بایسا ده بایسا بی پدر. بایسا میزنمت. بایسا بریم. یه لحظه مهاری رو ببندم و بریم. ای تو روحت، ای تو هفتو مرامت بی مرام، همینطوری دستم گذاشت و رفت. جواب امیر خانو چی بدم؟ چی میگی آقا؟ امیر خان دیگه کیه؟ دو ساعته دارم میگم، تازه شازده میپرسه لیلی زنی بود یا مردی. رئیس نظمیه تهرانه. برسم چوب میکنه تو آسینم. چم کنی منو با خودتون ببرید. ما چه آقا؟ منو با خودتون میبرید. بلا میکارمش وسط دوتا ابرود. ابرود نشد. خیلی خوب، شما رو هم میبریم. چشم. خوشحال. من بار زیاد دارم، چمدون رو خودت نگر میدارم. حالا تا بار درو چرا اینجوری با میکنی؟ در خرابه. آه خرابه. بکش بهر. اینم بگیر رو پاد. Thank you.
اسکچی گفت از تبریز میایم. محاصره تبریز تازه تموم شده؟ بله، جنگ بدی بود. از آدمای ستارخانی؟ ستارخان آدم نداره، یار داره. همم جونشونو گذاشتن کف دستشونو در رکابشن. 11 ما توی محاصره. چجوری زنده موندی؟ بالاخره موندی. شکل و شمایلت نشون نمیده مجاهد باشی. طبیبم. طبیب؟ به چون خود طبیب الان یه مدتی این استخون ترقبم بد جوی داره اذیتم میکنه. اگه ممکنه یه فکری دارش بکنید. شما تشریف بیارید تهران عطاری، اونجا یه نگاهی بهش میندازید. او چشم. دیگم این مندلشو عجب روزگاری درست کرده بود برای این خلق خدا. این حرف شماست یا حرف یپرم خان؟ طبیب، یپرم خان هرچی فرمایش کنه همونه. خلاص. بله، شما میخوای اون چمدون رو بذار پایین تا استخون ترقبت بدتر نشده. ای جانم جان. طبیب، دختر فرار کرد. بیچاره شدم، بدبخت شدم، بدبخت شدم. شازده بیایی لگر تو این وسط بردار. خدا قوت. چمدون اومد اندازه خودش. ای توف به اون ذاتت بیاد. بدبخت شدم، بیچاره. من اومدم اینجا چیکار کنم؟ بارشی در سوخت من عجله دارم، تو نشستی همون ما آفتاب میگیری؟ هی کن بره بریم طرف نظمیه. در سوخته همه یاف باش. تهران بفرمای شیرینی بینی. دست شما درد نکنه پدر جان. ممنون میشه جان. بحال بود. تهران به نظر آروم میرسه. شهر که مشکلی نداره، این مردم که مشکل دارن. بله. مسافری؟ تازه از تبریز برگشت. ارباب جرایی که اجازه مخابره خبر تبریز رو ندارن. الحمدلله همه چی تموم شد. اون شاه که میزد رفت. این شاه که اومد انشالله که نمیزنه. البته پا قدمش هم خوب بوده. گوش چارک 24 شاهی به چارک 18 شاهی تنزل پیدا کرده. یه پرمخ که از وقتی این نظمیه را دست گرفته لای هر جرز دیواری مأمور خفیه گذاشته. ببینم جوان، تو با ستارخان بودی؟ 11 ماه زن و بچه‌ام دور بودم. سفرم قرار بود 3 ماه طول بکشه ولی بیشتر شد. از این کوچه بریم، منزل ما اون طرف. من Thank you.
بدبخ شدیم، خاک تو سر کنن. آقا سهراب بدبخ شدیم، تب و لرز کرد. جواهر؟ 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 آقا بذار ببینم کجا جواهر؟ جواهر؟ آقا خون سردتون رو حفظ کنید آقا. برو کنار بذار ببینم آقا. جواهر؟ آقا آقا به خدا واسه خانم هیچ اتفاقی نیفتاده. سلام آقا. ماه کن جواهر. ماه گل مرد. دیر رسیدی مرد خونه. شاد پیغام فرستادم جوابی نیومد، انقدر جواب نیومد که خیال کردم مردی. خیلی منتظرت بودم سهرا، خیلی منتظرت. من میخواستم که برگرد همون جایی که بودی، از خونه من برو بیرون. اینجا هیچ وقت منزل تو نخواهد شد. نمیخوام ببینم طبیب. دلگیر نشو طبیب، مرادت ستارخان برای مریدی مثل تو که پای اعتقاداتش جون بچه‌شم میده، حتما یه جایی تو شاهنشین تبریز در نظر داره. خیالم راحت بی سقف نمیمونی سهراب. شنیدم ستارخان خیلی هوای مجاهدینشو داره. هرچی بمونی بیشتر میشنوی. نوش داروی بعد از مرگ ماه‌گل دیگه شفایی نداره طبیب. هرچه کردی جفا بود و جفا. بکی بگم که ماه‌گلم پدرش طبیب بود و مشغول درمان دیگران. وقتی خودش تو تب میسوخت و نیاز به تبابت داشت. جواهر از خونه من برو بیرون سهراب. از خونه من برو بیرون. نمیخوام ببینمت دیگه. نمیخوام ببینمت. به ستارخان بگو اگر زنده موندم
یه روزی میبینمش. درا رو ببندید. تهران چند تا دروازه مهم داره، علل خصوص در جنوب. دروازه دولاب، دروازه شابدالعظیم، دروازه محمدیه. همه نیروها رو دو برابر بکنید، به هر کسی که شک کردید بلافاصله دستگیرش کنید. زندانا دیگه جا ندارم قربان، این روزا خیلی ها رو دربند کردیم. این همه قلعه به خاک نشسته؟ نیروی اضافی مواجب میخواد قربان. تأمین شده امیر خان، هنوز همه مخالفین رو دستگیر نکردیم. هواداران شاه مخلوع مثل مور و ملخ تو پایتختی که تو رئیس نظمیشی پرسه میزنن. همه مخالفین باید سرکوب بشن. به این فرمان عفو عمومی هم که تأکید نایب السلطنه است اعتنا نکنید. من امنیت تهران رو از تو میخوام. روشن شد؟ بله قربان. با اجازه. قربان، غلام برگشته. کجاست؟ تو اتاقتون. سلام قربان. اول اجازه بدید جفت دستای مبارک رو ببوسم. قربان اجازه بدید. دختر کجاست؟ به سر مبارک تا نزدیک تهران تو قل و زنجیل داشتم، همینجا می آوردمش خدمتتون. خب فرار کرد. فرار کرد؟ مردی که یه عوضی خیافه من شبیه حالوها میمونه؟ نه حالیت میکنم قربان. به سر مبارک اصلا من که دروغ نمیگم. شیش تا بچه ما با همین دستان مبارک کفن کردی. اگه میخوام دروغ بگم مخبر فرار کردون و خدا نفهمت اینجایی؟ نظر علی حالا قربان، این مردی که آشخال و یه هفته بنداز تو سیاشال تا بفهمه مامور نظمی بودن بچه بازی نیست. کرخر بیا بریم اینا. بالاخره گیرت میارم لیلی. بخور گرم چی؟ غذای فقرا دنگ و فنگ نده، یه هرت بکشی رفته پایین. اشتها ندارم. اون سینه قبرستون رو ببین، اونجا پسرم خوابیده. 16 سالش بود. با همین دستای خودم دفنش کردم. اسمش علی بود.
یه مرض لاعلاج افتاد تو جونش، یا آخری هم نمیتونست راه بره. 15 سال دارم به اون قبرستون نگاه میکنم و میگم کاش زنده بود و سالم. این هم حکمت خداست، راضی باش به رضای خدا. جنتوله به جنبه بسه دیگه، همین کافیه. این چی بود؟ خانم گفته لباسای ماه کل قیچی کن. بیا بریم. چه کاری آخه این؟ دارید چی کار میکنید؟ رمال پیغام فرستاده که اگر اینا رو بسوزونم بعد 8 شب میاد به خوابم. خانم اینا یه مشالاتانن، فقط به خاطر پولتونه که اینو میخوان. کارتو بکن هوشنگ. چشم خانم.
سلام. میرزای حکیم منو فرستادن. خوبیت نداره مردم اینجوری شما رو ببینن. منتظر شما. جناب میرزا از کجا متوجه شدن که من تهرانم؟ فرمودن تا شما رو راهی نکردم بر نگردم. میریم بازار. بازار؟ ممنونم. خدا ممنون. گوشت و مغزم بده آقا. اینم ببر بده. ببین اون دو نفر چی میخوان. آب گرم، گل نسترن، شربت بهار نارنج دادم. خزینه رو آماده کردن. شربتتونو که میل کردین خدمت جناب میرزا میرسید. دیگه قسم نخور جواهر، من هر جا باشم دلم با شما و ماه گلی. پیش شما برای من خیلی تلخه. منم عاشق. نوش داروی بعد از مرگ ماکل دیگه شفایی نداره طبیب. به کی بگم که ماه گلم پدرش طبیب بود و مشغول درمان دیگران. وقتی ماه گل تو تب می سوخت و نیاز به طبابت داشت، از خونه من برو بیرون، دیگه نمیخوام ببینمت.
من، برو بیرون. تلخه، خیلی تلخه داغ فرزند. من خواستم جای تو درمانش کنم، نشد. خدا نخواست زنده بمونه. از دیشب هم اینجور دارن به من نعل میزنن، شما هم بکوبین. میدونم تلاش کردین، اما منم در تبریز درگیر بودم. تفلک زنت قد یک کتاب نامه و تلگراف برات فرستاد، همه از دم بی جواب. شما که خودتون میدونین تبریز محاصره بود، تمام راه های ارتباطی بسته شده بود. به محضی هم که محاصره تبریز شکسته شد من خودم اومدم. 5 سال عشق ستارخان تو رو از همه چی انداخته؟ این حرفا برای درد جواهر درمان نمیشه. نمیخوام شماتتت کنم، ولی خیلی هم امید نداشته باش. اون زنه بشکنه شکسته، این جام بلور صد تکه که بخوای بندش بزن. شما خودتون به من یاد دادین که جون همه ی آدم ها با هم برابره. کرور کرور آدم ها داشتن جلوی چشم من جون می دادن و کشته می شدن. اون وقت حکم شما اینه که من بر می گشتم. نباید می رفتی که بخوای برگردی. پس مردم چی؟ زن و بچه تو از مردم نبودن؟ مردم نمک رو زخم مانع عفونته، ولی دردش زیاده. من به نرهای دلخراش مریضام عادت کردم، ولی زن تو چونان دردی کشید نگفتنی، حقش اگه دیگه تو رو نخواد. این حق منم هست که بخوامش، حتی اگه کسی گوش نکنه. سلام آقا. به به شیلا خانم، دست شما درد نکنه، چند وقتی ندیده بودم. محلوله چی شد؟ چشم آقا، الان درستش میکنم. حالا چی کار باید بکنیم میرزا؟ جنس زن به اصرار جواب میده، اما این جواهری که من دیدم جواهر من نبود. تو همون سهراب نیستی، بازم اصرار کن. تا وقتی هم اصرار جواب بگیره بمونم اینجا.
گفتنی ها رو گفتید، پس اجازه بدید منم بگم. تا حالا فکر میکردم وقتی من نیستم کسایی هستن که از زن و بچه و خانوادم نگهداری کنن، اما این چند ماه به من ثابت کرد که اینطور نبوده. برای همین میرم حجره برای موندن. با اجازه. زود قضاوت کردی سهراب. ما کسی نیستیم که بخوایم جلوی تقدیر وایسیم. بدم نیست یه مدت بری تو خلوت دنبال خودت بگردی. ممنون. نوبت رو رعایت کنید. ای بابا آقا صفا رعایت کن. سهراب خان گل بشین که یه چای لبسوز برا تو بردم. وقتی سیمای تلگراف تبریز وصل شد گفتن تو راه پایتختی. هیچ خبری هیچ جا نرسید. چاپار تا دم دیوار شهر اومد اما روسا اجازه رد شدن بهشون ندادن. تمام ایران میدونست تبریز جنگه. منم وسط جنگ پاشدم اومدم تهران که خانوادم رو ببینم، ماهگلم رو ببینم. اونم که ماهگل مثل دختر خودم بود. شرمندگیش برام بود که نتونستم بهت خبرشو برسونم. من دیگه تو وضعیتی هم که نمیدونم تقصیر خودم یا نه. جواهر به هر حال مادره، ممکنه هیچ وقت منو نبخشه. تو این مدت که نبودی جواهر خانم چندین بار اومد تلگراف خونه. این آخری نفرینم کرد که باعث شدم آشنا بشی با ستار خان. خیال میکرد به قصد بهت پیغام نمیرسونم. رفتم پیش پدرش. رفیع الملک؟ خواستم از طریق دولتی ها بهت پیغام برسونم. هر روزم بعد از چند سال انکار میکنه که تو دامادشی. همه چیز زیر سر پدرشه. تو که خودت میدونی از روز اول اون با ازدواج من و جواهر مخالف بود. حالا که از خونه جواهر زدم بیرون کیفش کوکه، به هدفش رسیده. از خونه تو؟ بفرمی. اومدم تلگراف دولتی رو ببرم. تا چای تو بخوری من برگشتم. اختیار خونه از دستم در رفته. باید بفرستمتون بیگاری تا آماده شدن یک کالسکه نصف روز وقت بده نگیر. مملکت نیست که وزیر علاف کالسکه چی شده. قربان کالسکه آماده است؟ بمیر بگو دیگه. دیگه کالسکه چی هم واسه ما وزیر شده. بفرمایید قربان، بفرمایید. چطرم کجاست؟ دم دره. میدیم خدمتتون. بفرمایید. خب خیلی خوب.
چی وایسادی؟ قربان دامادتونه. دامادم؟ بله قربان. را بیفت. کار دارم. دیرم شده. مزاحم نشو. شما میدونستی تبریز در محاصره است. میدونستی که اخبار نمیرسه. با من مشکل داشتی. برای چی به دختر داغدارت رحم نکردی؟ ستارخون بهت نشون حکومتی داده که بیا اینجا و از من سینجین کنیم؟ جوابتونم مغلط هست جناب رفیع الملک. شما باعث بدبختی من شدید. من همون 8 سال پیش باید جلوی این وصلت رو میگرفتم. بدبختی اینجا بود که دخترم عاشق تو بود، وگرنه نهششم رو شونت نمیذاشتم. ماهگل فقط دختر جواهر نبود، دختر منم بود. بد کردی جناب وزیر، خیلی بد کردی. جواهر بیوه بود، حالا فرزند مردم شد. تو هم بالا سرش نباشی وضعش از اینه که هست بدتر نمیشه. با این کارا چی رو میخوای ثابت کنی؟ که مثلا آخرش حرف تو میشه؟ تو نبا شما. درد من و تو مشترکه. تو دخترتو الان از دست دادی. من وقتی که شوهرش دادم سالها پیش، جواهر بین پدرش و توی یه لاقبا تو رو انتخاب کرد. الانم برگرده خونه پدرش خوشبختره که برم میگرده. دست از سرش برداشت. میگم تو چون وجدان نداری، چون قلب نداری. یادت باشه تو باعث بدبختی من شدی. چه کابینه ای که تو وزیرش باشی. از اولش هم بلد نبودی مثل بچه آدم با زبون خوش دوگان تو بذاری رو کولتو بری. نشونت میدم بیشرف پاپتی. دخترم از آن گرفتی دو قرطونی متن باقیه. بندازش کنار. را بیافت. بندازم.